بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت عزیزان بخیر. میخوام بریم وارد فصل بعدی کتابشون بشیم. کتاب انسانی میشه فصل دوم و برای رشته ریاضی فصل پنجم میشه. به نام تابع، درس فوق العاده راحتیه ولی خیلی حجم نمونه سوالی مختلف داره. فقط اگر شما معادله خط، معادلات درجه دو و یه سری روابط رو توی عبارت‌های جبری خوب یاد گرفته باشید و این مفاهیمی که الان ما در مورد تابع می‌خوایم خدمتتون عرض کنیم، درس ساده میشه. اگر نه که سخت‌ترین درس کتابتون میشه. من از دید من که هیچی نداره، یه درس فوق‌العاده ساده. اول ببینیم تعریف تابع چی؟ هر تابع از مجموعه A به مجموعه B. پس الان فهمیدیم که با دو تا مجموعه سر و کار داریم. مجموعه A جدا، مجموعه B جدا. هر تابع از مجموعه A به مجموعه B رابطه‌ای بین دو تا مجموعه است که در آن هر عضو A دقیقاً به یک عضو از مجموعه B نسبت داده میشه. خب مجموعه A یه عضوهایی داره برای خودش، مجموعه B یه عضوهایی برای خودش داره. گفته دقیقاً این نکتهش خیلی مهمه. هر عضو A به یک عضو مجموعه B نسبت داده بشه. این تعریف تابع اگر خوب یاد گرفته بشه، خیلی از سوالات رو به راحتی میتونید جواب بدید. ببینید این عضو مجموعه A فقط به یه عضو مجموعه B وصل شده، A به دو تا وصل نشده. یعنی این عضو رو به این نسبت داده، این عضو هم فقط به یک عضو نسبت داده. دیگه از یه دونه عضو دو تا پیکان یا دو تا فلش خارج نشده. پس این الان یه تابع است. این چی؟ از هر عضو A فقط به یه عضو وصل کرده، اینو به این وصل کرده، این با این رابطه داره، نسبت داده شده. خب این عضو A به این عضو B، این عضو A به این، اینم به این. اینجا شاید این سوال پیش بیاد، آقا اینا دوتاشون رفتن به یه عضو وصل شدن، به یه عضو نسبت داده شدن. با تعریف تابع که تناقض نداره، گفته هر عضو A فقط به یه دونه از B، یعنی این به یه دونه بیه، اینم به یه دونه بیه. یعنی این که یه دونه به دو تا عضو نسبت داده نشه. اگر از عضو A دو تا پلیکان از یه عضو صادر بشه، تابع نیست، که الان برای تو مثال میزنم، ولی همه اینا تابع هم. از این عضو فقط به یک عضو نسبت داده شده، این عضو فقط به یک عضو نسبت داده شده. اشکال نداره دوتاشون به یه عدد وصل شدن، هیچ مشکلی نداره. حالا بریم ببینیم کدوما تابع نیستن. دوستان نگاه کنید، الان قسمت الف از A چند تا پیکان خارج شده؟ چند تا فلش داریم؟ دو تا. آیا با تعریف تابع که ما گفتیم تابع از مجموعه A به مجموعه B رابطه بین دو مجموعه است که از هر عضو A دقیقاً به یک عضو مجموعه B نسبت داده بشه؟ اولا باید مشخصات تابع رو خوب بشناسید. اولیش یعنی تمام عضوهای A باید به عضوهای B نسبت داده شده باشن. الان این تابع نیست. چرا؟ اولین مشخصه رو نداره، از هر عضوش به یه عضو مجموعه B باید نسبت داده شده باشه. الان به هیچ کدوم نسبت داده نشده، پس این تابع نیست. دومین مشخصه، از هر عضو A فقط به یک عضو مجموعه B نسبت داده بشه. الان A به دو تا عضو B نسبت داده شده، پس این تابع نیست. اینجا اشکال نداره، ولی این اشکال داره، از A فقط باید به یه دونه از اینا وصل کنیم. هر عضو A باید به یه دونه از عضوهای B نسبت داده بشه، به دوتا نسبت داده نشه.
از الان این دوتا تابع نیستن. مشخصات تابع رو یه بار دیگه میگم. عضوهای A همشون باید به B نسبت داده بشن، خالی نمونه. پیکان بعد از این صادر بشه به یکی از اینا، این باید به یکی از این عضوهای B نسبت داده بشه که نشون. دو، از هر عضو فقط به یک عضو B باید نسبت داده بشه. دوستان پس اینو خوب دقت کنید. حالا یه سوال پیش میاد، ببینید الان این چی؟ این سه تا عضو داره، اینم مثلا سه تا عضو داره. مجموعه A ما سه تا عضو داره، B هم سه تا. خب الان این به این نسبت داده شده، این به این نسبت داده شده، اینم به این نسبت داده شده. اشکال نداره. از هر عضو فقط به یک عضو B نسبت داده شده. دو تایی صادر نشده. حالا آقا اینجا که مجموعه A یه دونه B کار داشت، تابع نبود. این چی؟ این تابع هست. چون طبق تعریف هر عضو A دقیقاً به یک عضو B نسبت داده شده. حالا عضو B آدم اطراف B کار داره، اشکال نداره. این هم الان تابع هست. پس اینجا دیگه مشکل نداره. ولی این دوتا تابع نیستن. دلیلش رو گفتیم، چون بعد این عضو C که متعلق به مجموعه A بعد به یکی از اعضای B نسبت داده میشد که نشد. این هم تابع نیست، چون عضو A فقط بعد به یک عضو نسبت داده میشد. ولی به چند تا عضو نسبت داده شده؟ دوتا. خب این که حالا به تعداد بیشتری هم نسبت داده بشه اشکالی نداره. یعنی حتی شما الان ببینید سوالو به این شکل باشه، مثلا بی دو تا عضو داره، این چهار تا عضو داره، هر چهار تاش بیاد به یه عضو به این نسبت داده بشه، هیچ اشکالی نداره، مشکلی نداره که هر چهار تا عضو بیان بیاد. از عضو A نباید به دو تا عضو B نسبت داده بشه. خوب اینا رو دقت کنید که با مفهوم اولیه تابع آشنا بشید. بریم سراغ موارد بعد. دوستان یه تابع الان براتون مثال زدیم، میگیم تابع A از مجموعه A به مجموعه B، پس یه رابطه بین A و B وجود داره. پس تابع از مجموعه A به مجموعه B اینجوری معرفی شده. این شکلی نوشتن و توی شکل کشیدن بهش میگیم نمودار ون. تابع رو به سه حالت نشون میدن، یا توی نمودار نشون میدیم، توی شکل نشون میدیم بهش میگیم نمودار ون، یا به شکل زوج مرتب مینویسیم که اونم الان میگیم، یا میان به شکل ضابطه مینویسیم که آشنا هستید باش منتها اسمشو نمیدونستید. یه رابطه هایی قبلا یاد گرفتی مثل معادله خط که این خودش تابع بوده، یا معادلات درجه دو خودش تابع بوده، که اینا رو خدمتتون در آینده خواهیم گفت. الان به این شکل نگاه کنید بچه ها، مجموعه A چند تا عضو داره؟ چهار تا عضو داره، یک و دو و سه و چهار، یک دو سه و چهار. مجموعه B ما چند تا عضو داره؟ 3 و 6 و 9 و 12. 3 و 6 و 9 و 12. حالا اگر ما بخوایم تابعی رو معرفی کنیم به شما از مجموعه A به B، باید هر عضو A به یه دونه از اعضای مجموعه B نسبت داده بشه. ببینید این عضو به این عضو نسبت داده شده، خود این پیکانه نشون داده کدوما به کدوم نسبت داده شده. من اینا رو میام به شکل زوج مرتب می‌نویسم. زوج مرتب چیه؟ آشناست براتون تو معادله خط یا مختصات که سال هفتم خوندید، هفتم تا نهم مختصات و بردار و معادله خط خوندید. این بالایی مؤلفه اول طول رو نشون میداد، مؤلفه دوم عرض رو. حالا همین رو به این شکل هم نشون میداد، نقطه A به مختصات X و Y به این شکل هم نشون میداد X و Y. ما با این شکلش کار داریم.
توی زوج مرتب به این شکل تو پرانتز میذاریم، این میشه مؤلفه اول، این میشه مؤلفه دوم که این طولمون بود، این عرضمون. خب الان هم همین کارو میکنیم. ببینید عدد یک به چی نسبت داده شده؟ به سه. پس می‌نویسم یک و سه. خب بعدی چی؟ دو به شیش نسبت داده شده. پس زوج بعدی میشن دو و شیش. دو و شیش با هم یه زوج مرتب میشن. سه به چی نسبت داده شده؟ به نو. پس میشه سه و نو. بعدی چهار به چی؟ دوازده. چهار هم به دوازده نسبت داده شده. الان این شد یه تابعی که به شکل چی نوشتیم اینو؟ زوج مرتب. یک و سه، دو و شیش، سه و نو، چهار و دوازده. پس ببینید مؤلفه اولمون اینه، مؤلفه دوم اینه. مؤلفه اول، مؤلفه وقتی تابع رو به شکل زوج مرتب می نویسیم، این نکته فوق العاده مهمه که به هیچ عنوان اون رابطه اگه بخواد تابع باشه، به هیچ عنوان مؤلفه‌های اولشون نباید برابر باشه. مؤلفه‌های اول برابر باشه یعنی این که از یک به دو تا بس کردیم، میشه یک و سه، یک و شیش. پس مؤلفه‌های اول باید عین هم نباشه. الان یه مثال، آیا این پنج و هفت، سه و پنج، این تابع است یا نه؟ همه میگید بله. اما این چی؟ نگاه کنید، اگر من به شکل زوج مرتب بنویسم میشه پنج و هفت، یکی دیگرش میشه پنج و پنج، یکی دیگرش میشه سه و پنج. گفتیم شرط تابع بودن تو زوجهای مرتب اینه که مؤلفه‌های اول این هم نباشه. حالا این پنج، این هم پنج. در یه حالت میشد تابع بشه که مؤلف دومشون هم این هم باشه، تکراری بشه، که این الان نیست. پس این الان تابع نیست. پس دوستان تابع رو هم توی نمودار ذهن نشون میدیم، هم به شکل زوج مرتب. الان رابطه ای که من برای این رو در نظر گرفته بودم، این سه برابر شده. نگاه کن، دو رو سه برابر کم شده شیش، سه رو سه برابر کم شده نه، چهار سه برابر کم شده دوازده. یعنی عضوهای مجموعه بی سه برابر عضوهای مجموعه ای هم. به شکل زوج مرتب اینا نوشتیم. ببینید این سه برابر اینه، این سه برابر. پس این تابع هست ولی این تابع نیست. پس دوستان اگر مؤلفه‌های اول مثل هم باشه، تابع نیست. به این شکل دقت کنید بچه‌ها، الان ما این تابع رو تابعی از مجموعه A به مجموعه B معرفی کردیم. میخوام اول ببینیم تابع هست. خب هر عضو A به یه عضو B نسبت داده شده، از یه عضو به دو تا عضو نسبت داده نشده، پس تابع هست. حالا من میخوام اینو به شکل زوج مرتب بنویسم. بچه‌ها تابع رو با حرف F نشون میدیم. تابع با حرف چی؟ F. از فرمان میاد، فرمان دادن. فانکشن یعنی تابع. حالا اینکه چیه ضابطش چیه، حالا بعدم میگیم. فقط الان بدونید که قرارداد رو برای چی نشون میدیم؟ اف. تابع اف میاد به شکل زوج مرتب می‌نویسیم. یک با چی زوج شده؟ با دو. پس بچه ها مؤلفه اول بعد از مجموعه A انتخاب بشه، مؤلفه دوم اونی که نسبت بهش داده شده از مجموعه B. پس این میشه یک و B. درسته؟ دو به چی نسبت داده شده؟ A. پس میشه دو و A. سه به چی نسبت داده شده؟ به C. پس این میشه تابع F از مجموعه A به مجموعه B به شکل زوج مرتب نوشته شد. حالا یه سوال، آیا ما توی ریاضی داریم که دو تا زوج مرتب با هم برابر باشن؟ نه. اگر دو تا زوج مرتب با هم برابر باشن،
صد در صد باید مؤلفه‌های اولشون با هم و مؤلفه‌های دومشون با هم برابر بشن. اینجا نوشتم A با C برابر بشه، B هم با D. پس مؤلفه‌های اول با هم برابرن، مؤلفه‌های دوم با هم. و برعکسش هم درسته، اگه A با C برابر بشه، B هم با D، میتونیم نتیجه بگیریم این دو زوج مرتب با هم برابر. یعنی راه رفت و برگشتش هر دوتاش درسته. حالا به کجا به کار ما میاد؟ دوستان خوب دقت کنید. یه الان یه تابع F سوال معرفی کرده، ربطی به این سوال نداره. تابع F رو اینجوری برای ما معرفی کردن، به شکل سه تا زوج مرتب به ما داده. یه نگاه میندازیم ببینیم که این سه، این هم سه. همین الان آنیازی گفت که آقا مؤلفه های اول نمیتونه این هم باشه. ولی اگر دو تا زوج مرتب برابر بود چی؟ چرا؟ امکان داره این زوج مرتب با این زوج مرتب عین هم باشه. ما تو مجموعه ها میدونیم تکراری نوشتن عضوها اشکالی نداره. پس این که سه مؤلفه اولش برابره، پس باید مؤلفه های دومشون هم عین هم باشه. اینو که کاری نداریم، این دو نوعه زوج مرتبی به اونو کاری به ما نداره. بنده خدا اون گوشه وایساده داره نگاه میکنه. این که بخواد بشه تابع، باید زمانی که مؤلفه های اول برابره، مؤلفه های دومش هم برابر باشه. پس چی می‌نویسیم؟ میگیم 2x به علاوه 4 باید مساوی چی باشه؟ x. این کلش یه عددی بوده دیگه، این عبارت نه یه عددی بوده، میخواد بگرد ببینیم x چیه. خب x رو میاریم این بر میشه 2x منهای x مساوی منفی 4. 2x منه x میشه x، x میشه منفی 4. سوال از ما خواسته بود، گفته بود اگر f یک تابع باشه مقدار x رو پیدا کنیم. ما از این خاصیت که مؤلفه‌های اول اگه برابر باشه باید مؤلفه دوم این هم باشه. نمیشه از یک عضو a دو تا پیکان بکشیم دیگه تابع نیست. اگر مؤلفه‌های اول برابر بود، مؤلفه دوم باید با هم برابر باشه. پس مساوی هم قرار دادیم، x فهمیدیم چه عددیه؟ منفی 4. حالا برای درک بیشتر دوستان دقت کنید، من x رو منفی 4 میذارم، 2 ضرب در منفی 4 میشه منفی 8، با مثبت 4 جمع شه میشه منفی 4. خب اینجا x رو منفی 4 میذاریم، شد سه زوج مرتب سه و منفی 4، اینم شد سه و منفی 4. تکراری نوشته شده، اشکالی نداره. در واقع تابع f ما اینه، سه و منفی 4 و 2. متوجه شدی؟ به همین راحتی تونستیم x رو پیدا کنیم. اینم برای درک بیشتر گفتم که بدونید چه اتفاقی افتاده. خب دوستان در ادامه تابع میخواییم با دو تا مفهوم دیگه آشنا بشیم به نام متغیر مستقل و متغیر وابسته. خیلی کاری نداره، حالا کلمات جدید میشنوید تعجب نکنید، با اینا کار داشتید، منتها علمی نمیدونستید اسمشون چیه. من یه دایره اینجا کشیدم، شعای دایره رو دیگه همه میدونید، با حرف آر نشون میدیم. عدد پی رو همه تون میشناسید که از کجا به دست اومده. اگر ما محیط دایره رو تقسیم بر قطر دایره کنیم میشه عدد پی. یعنی دانشمندای یونانی اومدن محیط دایره‌های مختلف رو تقسیم بر قطرش کردن، شد 3.14592، کلی عدد جلوش. الان تو اینترنت سرچ کنید عدد پی تا 5000 رقم اشارش براتون میاد. حالا ما حدوداً بعضی موقع میگیم 3، بعضی موقع میگیم 3.14. عدد پی رو یه عدد ثابت در نظر میگیریم، حدوداً میگیم 3.14. این پی هم پی یونانیه، با پی انگلیسی فرق داره، چون یونانی ها به این نتیجه رسیدن این کارا رو انجام دادن. پس عدد پی رو یه عدد ثابت در نظر میگیریم، حدوداً 3.14. خب دوستان مگه ما محیط رو تقسیم بر قطر نکنیم شد پی؟ حالا اگه پی رو ضرب در قطر کنیم
میشه چی؟ محیط. محیط رو برف پی نشون میدیم. ببینید مساحت رو با حرف S، محیط رو با حرف P، حجم رو با حرف V نشون میدیم. اینا رو دیگه میدونید، قبلا بهتون گفتم. الان من میخوام محیط رو پیدا کنم، پس میشه قطر ضرب در عدد P. این شعاعه، یه شعاعی که بذارم این طرف میشه چند تا؟ دوتا. قطر دو برابر شعاعی دیگه، پس میشه دو R، میشه دو R ضرب در عدد P. درسته؟ دو برابر شعاع یعنی قطر ضرب در عدد P. این فرمول محیط دایره است. فرمول مساحت دایره رو دیگه یاد گرفتید. من تو کانال براتون انیمیشنش رو گذاشتم که مساحت دایره چجور به دست میاد، که مثل پیتزا قطعش میکنیم، تبدیل به قطعهای مختلف میکنیم، برعکس کنار هم میچینیم، تقریبا شبیه یک متوازی رضای مستطیل میشه. بعد مساحتش میشه شعاع ضرب در شعاع ضرب در عدد پی. پی آر به توان دو، آر به توان دو یعنی شعاع ضرب در شعاع، پی هم کم عدد پیه. پس تا الان فارسی میگفتید شعاع ضرب در شعاع ضرب در عدد پی، حالا ما فرمولی میگیم پی آر به توان دو. اینم دو پی آر با دو آر پی فرق نمیکنه، ضرب خاصیت جابجایی داره. دو آر همون قطرمونه، ضرب در عدد پی. حالا چه ربطی به درس تابع داره؟ خوب دقت کنید، میخوام متغیر مستقل وابسته رو بگم و با مفهوم تابع بیشتر آشنا بشید. دوستان گلم ببینید، اگر شعاع دایره رو من یک در نظر بگیرم، مساحتش چی میشه؟ شعاعها رو بر حسب سانتی متر گذاشتم اینجا، مساحتش میشه سانتی متر مربع، محیطش هم میشه سانتی متر. میخوام اینا رو با هم دیگه پیدا کنم. خب شعاع ضرب در شعاع میشه یک ضرب در یک ضرب در عدد پی، میشه چی؟ یک پی. حالا یکشو بذاریم نظریم فرقی نمیکنه. آقا ما یاد گرفتیم 3.14 بذاریم. دوست داری 3.14 اشکال نداره که اون تقریبا 3.14 دقیق که نیست، به خاطر همین میگیم پی یک عدد گنگه، چون نظم خاصی هم نداره، دوره تناوب هم نداره که ما بگیم به شکل منظمی داره تقسیم داره پیدا میکنه. پس این یه عدد گنگه، اشکال نداره خود پی رو بذاریم، میشه یک پی. خب آقا شعاع یک و نیمه، میشه یک و نیم ضرب در یک و نیم ضرب در عدد پی. یک و نیم ضرب در یک و نیم میشه 2.25 ضرب در عدد پی. پس اینجا میشه 2.25 صدومه عدد پی، یعنی ضرب در عدد پی. حالا نیاز نداریم ضرب کنیم، همینجوری بذاریم باشه. خب آقا ما میخواییم مساحت پیدا کنیم، دایره اگه شعاعش 2 باشه مساحتش فرق میکنه. پس این مساحت تابع ایسته، تابع آره، هرچی آر فرمان بده این میگه چشم، مخلص تمثل. آر میگه ببین، میگه میبینه، میگه زنده شو، میگه زنده میشه. آر میگه من یکم، مساحتش بر اساس یک به دست میاد. آر میگه من یکونیم، مساحت بر اساس یکونیم به دست میاد. پس الان آر متغیر مستقله، اس متغیر وابسته است. یعنی مساحت دایره بستگی به شعاعش داره، با تغییر کردن شعاع مساحت هم تغییر میکنه. آر کاری به چیزی نداره، میگه من شعاع دایره هم یکم، کاری به بقیه ندارم، شعاع دایره دوست داره 2 باشه 3 باشه، پس مستقله. ولی مساحت بستگی به آر داره. بعد ببینیم آر چنده که دو بار در خودش ضرب کنیم ضرب در عدد پی. عدد پی هم که یه عدد ثابت، تغییر نمی‌کنه که. پس به اس یا مساحت میگیم متغیر وابسته، به آر میگیم متغیر مستقل. یا جمع‌بندی میکنم، اس تابعی از آره، اس تابع آره، یعنی بستگی به آر داره که چه بلایی سرش بیاد تا بشه
S. خب الان متغیر مستقل ما دو شعای دایره رو دو در نظر گرفتیم. شعا ضرب در شعا ضرب در عدد پی چه کار میکنم؟ دوستان من اینجا می‌نویسم که بدونید چه اتفاقی داره میافته. راه حل‌ها رو می‌نویسم. میشه دو ضرب در دو ضرب در عدد پی میشه 4 پی. پس اینجا میشه 4 ضرب در پی یا 4 پی. پس این مساحت تابع شعا بود. شعا مستقل بود، یه عدد بود، یه عدد ثابت. الان شعا رو دو در نظر گرفتیم، مساحتش شد 4 پی. شعا رو 1.5 گرفتیم، مساحت شد 2.25 صدم. شعا رو 1 گرفتیم، شد 1 پی. این 2.25 صدم پی دیگه این زده. الان شعا رو 3 بگیریم. ببینید 3 ضرب در 3 ضرب در عدد پی میشه 9 پی. یا پی آر به توان دو، آر به توان دو، سه به توان دو میشه 9 ضرب در میشه 9 پی. پس اصطلاحا میگیم اس تابع آره. هر چی آر بگه میگه چش فرمانش رو میپذیره. آر فرمان میده، اس تبعیت میکنه، تابعشه. پس میگیم اس تابع آره، یا اصطلاحا میگیم این متغیره وابسته است، این متغیر مستقله. خب الان اگه 4 باشه، 4 ضرب در 4 ضرب در عدد پی میشه 16. 5 باشه، 5 ضرب در 5 ضرب در عدد پی میشه 25 پی. پس مساحت تابع شعاع دایره است. خواستیم مفهوم تابع رو بفهمیم. این که نسبت داده میشه، الان اگر ما بخوایم اینو توی نمودار ول نشون بدیم، ببینید دوستان، من بخوام تو نمودار ول همین مجموعه رو نشون بدم. مجموعه A من 1.5 1.5 2 3 4 و 5. مجموعه B من که مساحت ها بود چی بود؟ 1 پی، که حالا یکیش رو میتونیم نذاریم. بعدی 2.25 صدم پی. بعدی چیه؟ 4 پیه. بعدی 9 پیه. بعدی 16 پی. و آخریش هم 25 پی. حالا نگاه کنیم، من این شعای یک رو به این نسبت میدم، اینو به این نسبت میدیم، اینو به این، به همیشه تا آخرش. پس از هر عضو مجموعه A فقط به یک عضو مجموعه B نسبت دادیم. پس یه تابع است. به اینا میگیم متغیر مستقل. شعاهای دایره مستقل بودن برای خودشون، اما مساحت دایره اسمون وابسته است. وابسته به چیه؟ وابسته به آره. آر که تعریف کنه، اینم تعریف میکنه. آر شد 2، مساحت شد 4 پی. آر شد 5، مساحت شد 25 پی. برای بهتر در کردن مفهوم تابع، من اینو براتون مثال زدم. آقا محیط هم میشه بگی؟ محیط هم میگیم، اشکال نداره. محیط میشه قطر ضرب در عدد پی. شعاعیه که قطرش میشه 2، میشه 2 پی. شعاع 1.5 قطرش 2 برابرش میشه 3، میشه 3 ضرب در پی. این شعاع 2 قطرش میشه 4، میشه 4 پی. قطرش میشه 6، میشه 6. قطرش میشه 8، 8 ضرب در عدد پی. قطر میشه 10 ضرب در عدد پی. آقا اینم یه تابع. بله، محیط دایره هم تابع شعاع دایره است. یعنی با تغییر کردن شعاع محیط هم تغییر میکنه. پنجا الان یه نمودار ول میتونیم بکشیم اینجا. یک رو به چی بس کنیم؟ دو پی. یک و نیم رو به سه پی. دو رو به چهار پی و الی آخر. پس میگیم محیط دایره میشه متغیر وابسته. آر میشه چی؟ متغیر مستقل. این هم برای مفهوم متغیر وابسته و مستقل که شما دوستان هم با تابع بهتر آشنا بشید، هم با متغیر مستقل و وابسته. الان من دو تا تابع براتون مثال دارم. این یه تابع بود اسمون،
پیمونم یه تابع بود. دو تا تابع اینجا به تو معرفی کردیم. این تابع ها تابع اس متغیر مستقلش آر بود، یعنی وابسته به آر. تابع پیمون یعنی محیط دایره وابسته به آره و بستگی به شعاع دایره داره که محیط دایره چی بشه. میخوایم برگردیم به خاطرات قدیمیمون، معادله خط که خیلی دوستش دارید، درسته همه ازش میترسن، چیزی هم نداره معادله خط. ببینید یه معادله خط داشتیم ایگرگ مساوی 2x به علاوه 1، میخواستیم رسمش کنیم. دو تا روش بلد بودیم، چه کار میکردیم؟ میگفتیم اول عرض از مبدأش رو پیدا میکنیم، عرض از مبدأش چند؟ 1. رو نقطه مثبت 1 میرفتیم یه نقطهش رو پیدا میکنیم. شیبش چی بود؟ 2. شیب چی بود؟ دلتا ایگرگ به دلتا ایکس میشد شیب، درسته؟ خب الان دلتا ایگرگ به دلتا ایکس شده 2. 2 یعنی 2 یکم. دلتا ایگرگ رو 2 میگیریم، دلتا ایکس رو 1. خوب دقت کنید، دلتا ایگرگ به عرضی 2 وارد مثبت 2 یعنی 2 تا بریم بالا، 2 تا وارد بریم بالا، مثبت 1 یعنی یه دونه بریم به سمت راست. پس ببینید 2 تا وارد اومدن بالا، یه دونه هم میرن اون طرف، میشه اینجا نقطه بعدی رو پیدا کردن. حالا این دو تا نقطه رو به هم وصل میکنیم و امتداد میدیم، خطمون وصل میشه. خب من چند تا نقطه دیگر رو میخوام پیدا کنم، میخوام خطم خیلی دقیق باشه. ما میدونیم دو تا نقطه خط داشته باشیم راحت میتونیم رسمش کنیم، مشکلی نداریم. ولی الان که میخوام تابع رو یادتون بدم، میخوام چند تا نقطه پیدا کنیم. ببینید بچه ها، من یه بار به ایکس میدم صفر، ایکس باشه صفر. ببینید معادله خطمون اینه، ایگرگ مساوی 2x به علاوه 1، به جای ایکس میذاریم صفر، میشه 2 ضرب در صفر به علاوه 1. خب صفر بذاریم، 2 صفر تا صفر تا چی میمونه؟ 1. پس ایگرگ شد 1. نقطه رو میشه به شکل زوج مرتب بنویسیم، طولش صفر عرضش 1، به شکل زوج مرتب بنویسیم. خب نقطه صفر و 1 رو نگاه کنیم، همینجاست، همین رو پیداش کردیم. حالا به جای ایکس میذاریم 1، من اینو پاک میکنم، به جای ایکس میذارم 1. بچه ها 2 1 2 به علاوه 1 میشه 3، پس عرضمون میشه 3. ایگرگ تابع ایکسه، بند خدا گیر افتاده ایگرگ، هرچی ایکس میگه فرمان میده، میگه چشم. ایگرگ ما تابع ایکسه، ایکسمون بود 0، 0 رو بردیم گذاشتیم، ایگرگ شد 1. پس ایگرگ دستگی داره به ایکس که چند باشه، اگر ایکس همون باشه 1، ایگرگ میشه 3. پس یه زوج مرتب همون میشه 1 و 3. خب میریم میگیم اگر، ببینید نقطه 1 و 3 طولش 1 عرضش 3 میشه اینجا، اینم نقطه چی بود؟ 0 و 1، به شکل زوج مرتب دارم اینا رو می‌نویسم. بچه‌ها به ایکس بدیم 2، ببینیم چی در میاد. پس به جایی چند بذاریم؟ 2. 2 تا 4 تا با 1 جمع میشه چند تا؟ 5 تا. پس اگر ایکس ما 2 باشه، ببینید این متغیر مستقل ما داریم عدد انتخاب میکنیم، این وابسته به ایکسه، این میشه چی؟ وابسته. پس ایگرگ شد چند؟ 5. اگر x 2 باشه ایگرگ میشه 5. یعنی یه ماشینی داریم ورودیش x، خروجیش ایگرگ. این ماشین ما الان تو این سوال اینجوری تعریف شده، هر عددی واردش میشه دو برابرش میکنه، یکی هم بهش اضافه میکنه. تابع در واقع یه نوع ماشینه، نقشه یه نوع ماشین داره، این ماشین یه ورودی داره و یه خروجی. الان بچه ها من صفر رو وارد ماشین کردم، چی خارج شد؟ 1. ببینید 2 ضرب در صفر به اضافه 2 صفر تا صفر به اضافه 1 شد 1، 1 خارج شد.
اگر من عدد یک رو وارد این ماشین کنم چی خارج میشه؟ میگیم دو یکی دو تا علاوه میشه سه، سه خارج. حالا عدد دو رو وارد ماشین کردم چی خارج شد؟ عدد پنج. پس میفهمیم ایگرگ تابع ایکسه، ایگرگ میشه متغیر وابسته که ببینه ایکس چه فرمانی میده دستوراتش رو عملی کنه اجرا کنه. ایکس میشه متغیر مستقل. خب بچه ها اینم شد زوج مرتب دو و پنج. بریم روی شکل ببینیم نقطه دو و پنج کجاست. ببینید طولش دو، عرضش پنج، پنج تا میرم بالا میشه اینجا، اینم نقطه دو و پنج که به شکل زوج مرتب نشون دادیم. آقا چرا همش عدد مثبت انتخاب میکنی؟ یه بارم عدد منفی انتخاب کنی، اب نداره، منفی یک میزنی. بچه ها میگیم ایگره مساوی دو ضرب در ایکس که منفی یکه برداره یک، دو ضرب در منفی یک میشه منفی دو، با یکی همشه میشه منفی یک. پس عرضمون که وابسته به ایکس بود شد منفی یک. به شکل زوج مرتب مؤلفه اول طول، مؤلفه دوم عرضه. حالا اینجا شانسی این هم شده. آقا نقطه منفی یک و منفی یک رو محور نشون ما بده، اشکال نداره. طولش منفی یک، عرضش منفی یک، میشه اینجا. این هم به شکل زوج مرتب نوشتم. خب آقا ایکس و منفی دو انتخاب کن ببینیم چی میشه. میذاریم ایگرگ مساوی دو ضرب در منفی دو برداره یک، دو ضرب در منفی دو میشه منفی چهار، با یک جمع شه میشه منفی سه. پس این وابسته به این بود، منفی دو رو دادیم به ماشین چی ازش خارج شد؟ منفی سه. به شکل زوج مرتب این رو می‌نویسیم، منفی دو رو منفی سه. دوستان روی شکل نگاه کنید، طولش منفی دو، سه تا هم بیم پایین میشه این دارم ببینید، طولش منفی دو، عرضش منفی سه. خب اینم منفی دو منفی سه. آقا همه اینا که توی یه راستا قرار گرفتن، بله. شما نگاه کنید اینا رو به هم وصل کنید، امتداد بدید، یه خط چی درست میشه؟ یه خط راست. حالا ما اینجا روی بردمون با خطکش که نکشیدیم، واحدامون رو دقیق تقسیم نکردیم، خیلی دقیق نکشیدیم که خود خطم با دست کشیدیم کج شد. اگه شما تو خونه دقیق واحدا رو به اندازه‌های مساوی تقسیم کنید بکشید، کاملا می‌بینید در یه راستاست. ای نکن آقا نیازی ما معادل خطی که سال نهم یاد گرفتیم یه تاب است. بله اونم یه تاب است. پس این که ما میگیم ایگرگ مساوی دو ایکس به علاوه یک تابع است. یعنی چی؟ یعنی ایگرگ تابع ایکسه. آقا شما که گفتید توی زوجهای مرتب تابع رو با اف نشون میدیم، اینم میشه با اف نشون بدید؟ بله. ما به جای ایگرگ میگیم اف ایکس مساوی دو ایکس به علاوه یک. به این میگیم ضابطه تابع. گفتیم تابع رو به سه شکل نشون میدم، یا نموداره به، یا به شکل زوج مرتب، یا با ضابطه‌اش. این میشه ضابطه تابع. سومین حالت نمایش تابع رو یاد گرفتیم. ضابطه تابع اف ایکس یعنی چی؟ اف یعنی فرمان میگیره از کی؟ از ایکس. ایگرگ یعنی فرمان میگیره از ایکس. خب اف ایکس، حالا من میگم اف صفر، یعنی به جایی صفر بذارم میشه دو ضرب در صفر به علاوه یک میشه یک، همیشه فرق به جایی ایگرگ ما برشه اف باشیم. آقا اف منفی دو چی میشه؟ یعنی به جایی ایکس فرق منفی دو بذارم، مگه همین جمعه کار نکردیم؟ باز میشه جوابش منفی چهار به علاوه یک میشه منفی سه. پس معادلات خطی که ما خوندیم دو مجهولی بود، اینم یه نوع تابع است. ایکس متغیر مستقله، ایگرگ متغیر وابسته است که الان یاد گرفتیم تابع رو با اف نشون میدیم، به جای ایگرگ میتونیم بگیم اف ایکس.
خب دوستان به این دو تا مثال دقت کنید. سه تا رابطه به ما داده، گفته این رابطه ها تابع هستن یا نه. هر زوج مرتبه‌ای تابع تشکیل نمیدن. شرط تابع بودن این بود که مؤلفه‌های اول با هم برابر نباشه. اگر برابر بود باید مؤلف دومشون هم با هم برابر باشه، اونجوری میشه تابع. و الان این مؤلف اولش چهاره، این دوه، این یه، پس مؤلف اول مساوی نداره، پس تابع هست. اینو چی؟ این مؤلف اولش صفره، این منفیه که رادیکال دوه، اینم یک دوم. شاید بگید آقا مؤلف های دومشون این همه، اشکال نداره، این مجموعه ایش چهار تا عضو داشته، صفر، منفی یک، رادیکال دو و یک دوم. مجموعه بیمون یک عضوی بوده، فقط دو داشته، یعنی تمام اینا به دو وصل شدن، یعنی پیکانایی که اومده همش به دو وصل شده. اشکال نداره، ما گفتیم از هر عضو مجموعه A بعد یه دونه پیکان خارج بشه، اینا همشون رفتن به عضو B وصلان، اشکال نداره، پس اینم تابع هست، مشکلی نداره. این چی؟ اینم تابع است، فقط یه عضو داره، یعنی مجموعه A مون یک عضوی بوده، B مون هم یک عضوی، این سه بود، این منفی چهار، این وصل شد، پس اینا همه تابع هستن. آقا در چه صورتی تابع نیست؟ در صورتی که مؤلفه اول، مثلا شما ببینید اینجا این مؤلفه اولش چهاره، اینم مؤلفه اولش چهار میشه، دیگه در این صورت تابع نیست. چرا؟ چون مؤلفه اولشون این همه، مؤلفه دومشون با هم فرق داره. اگر مؤلفه دومشون هم با هم یکی بود میشد تابع. حالا من اینو رسمش میکنم دوستان که قشنگ اینجا درک کنید که چرا الان اون تابع نیست. مجموعه ایمون چند تا عضو داشته؟ چهار و یک. مجموعه بیمون چند تا عضو داشته؟ چهار و سه و یک. اومده چهار و به چهار ربط داده و چهار دوباره به سه، یعنی از یک عضو مجموعه A دو تا پیکان صادر شده، بعد یک هم که به یک نسبت داده، این کارو خراب کرده. پس تابع بودن شرطش اینه که از هر عضو مجموعه A فقط یک پیکان خارج بشه. اگر مؤلفه دوم هم عین هم بود تابع بود، اما اینجا نیست، پس تابع نیست. حالا بریم سراغ مثال آخر، مثال دو. گفته اگر مجموعه زوج مرتب‌های روبرون یه تابع باشه، پس یه الان گفته خود سال گفته تابع هست، حاصل A به توان B رو اما میخوام. خب چه کار کنیم؟ نگاه میکنیم چهار تا زوج مرتب داریم، یه نگاه کنید میده این مؤلف اولش چهاره، این هم مؤلف اولش چهاره، پس این تابع نمیشه که، فقط در یه حالت تابع میشه که مؤلفه دوممون هم این هم باشه، یعنی دو تا زوج مرتب اون هم مساوی باشه، پس در یه حالت تابع میشه. چون خود سوال گفته تابع هست، پس مؤلفه دوممون یعنی پنج بعد با دو ای به علاوه یک مساوی باشه، پس دو ای به علاوه یک و مساوی پنج قرار میدیم، یه معادله تشکیل شد، این معادله رو حل میکنیم، دو ای مساوی پنج، این یک میرون و میشه منفی یک که میشه شیش، پس دو ای شد شیش، نتیجه میگیریم ای چند بوده؟ سه بوده، ای رو پیدا کردم شد سه. خب دوستان ای به دست اومد، من حالا اینجا رو خلوت میکنم که شما بدونید چه کار دارم میکنم، A رو به دست آوردیم، حالا تابع F مون رو من میام اینجا بنویسم، مرتب شده شو بنویسم، چهار و پنج، سه و منفی یک. خب بچه ها اگر به جای A بذارم سه، نیدیش
به جای A بذارم 3 2 3 تا 6 تا اضافه نه خب A 3 نمیشه من اینجا اشتباه کردم حواسم نیست عددی گفتم 5 منهای 1 میشه 4 این میشه 2 اشتباه کردم این یک هفته من ببینید عجله ای نباید کار کنید اینجوری اشتباه میکنید چون ما میخواستیم سریع این مثال هم بگیم وقتمون هم گذشته دوه بعد به یک پنج یک رو میبریم باید میشه منفی یک پنج منه یک میشه چار چار تقسیم برای دو میشه دو ای رو دو میذاریم نگاه کنیم دو دو تا چار تا بعد به یک میشه چند؟ پنج شد چار و پنج خب چار و پنج رو یه بار نوشتیم این تکراریه پس دیگه حذفش میکنیم کاری بشنده تو مجموعه ها نوشتن حذفهای تکراری بی تأثیره پس این چهار و پنج رو دیگه نمی‌نویسیم این شرطش این بود که مؤلفه‌های اول برابره مؤلفه دوم بعد بشه پنج برای اینکه بشه پنج ای بعد دو بشه دو دو تا چهار تا باید که بشه پنج تا خب حالا میریم سراغ این اینم بوده ای به علاوه یک و بی خب دوستان ما مگه ای رو به دست نیاوردیم دو اینجا برمی‌داریم ای رو می‌ذاریم دو خب این ای رو پاک میکنیم دو به علاوه یک یه دفعه چی میذاریم؟ سه پس ببینید اینجا به جای ای گذاشتم دو در آورده بودیم ای دو بود دیگه دو به علاوه یک شد سه شد سه و دو خب یه نگاه کنیم ای دوباره معرفی اول این هم شد نباید این هم باشه فقط در یه حالت مثل هم باشه معرف اول میشه تابه زمانی که مؤلفه دومشون هم با هم برابر باشه پس الان این مؤلفه دوم باید با این برابر باشه پس بیمون متوجه میشیم باید باشه چند منفی یک آقا ای رو که به دست آوردیم دو بی هم در آوردیم منفی یک چی رو ما میخواست؟ ای به توان بی پس ای به توان بی برابر است با دو به توان منفی خب توان منفی رو خوندیم کس چی میشه؟ برعکس میشه دو یک هم معکوس میشه میشه یک دوم به توان یک که میشه یک دوم پس الان حاصل این عبارتی که سوال ما خواسته بود شد یک دوم پس دوستان هر موقع چند تا زوج مرتب به شما داره گفت این زوجای مرتب یه تابع F رو تشکیل دادن تابع هست اگر دیدید مؤلفه اول این همه مؤلفه دوماشون رو مساوی هم قرار بدید یه معادله میشه با دقت معادله رو حل کنید که مثل من اشتباه نکنید تو محاسبه مقدار ای رو به دست میدید بعد دوباره ساده شده شو مینویسید بعد نگاه میکنید اگه بازم مؤلفه اول مساوی داشت مؤلفه دومشون باید مساوی بشه در واقع مختصر و مفید این تابع F میشه چی؟ زوج مرتب 4 و 5 و 3 و منفی 1 این میشه تابع F ما چرا آقا؟ چون بیاد میگیم بعد منفی 1 بشه که این بشه تابع این زوجه مرتب بعد با هم برابر بشه خب این تکراری نمی‌نویسیم پس تابع F ما به این شکل در انشالله که همواره موفق باشید خداحافظ همگی